مردم ما یک مردم سرفرازی است که با برادری با همه ملیت ها میخواهیم با برادری زندگی بکنم. یه افغان باشم، تاجیک باشم، ازبک باشم، همه برادرم، حقوق مساوی میخواهیم. هر کسی که میآید در اینجا برای حذف یک ملت، برای حذف یک تنظیم فعالیت میکنه سخت اشتباه دارد. ما افتخار داریم و حق داریم در اینجا افتخار بکنیم که وحدت ملی را ما به وجود آورد. ملتی که تمامیت ارضی و حریم یک مملکت را حفظ میکنه قانون اساسی شد. اول این مسئله به هیچ وجه محقق نمیشه. یک مسئله از نگاه حقوقی و ملتی در سطح بریم. اگر یک قانون باشه که مردم را رعایت بکنه، هست که اولش حقوق و وحدت ملی داخل کشور است. ما از شما سوال میکنیم که شما این قانون اساسی را که تدوین کردید در اینجا آمدید برای خوشنودی اربابان، برای خوشنودی که پیش خدمتی میکنید برای ابرقدرت ها، برای اقلیت های دینی افغانستان حق های میزدیم، برای عدی که در دنیا اربابانی که شما را کمک کردن جواب داشته باشید برای این مسئله که اگر یهودی نصارایی در این مملکت با وجود آمد و سکنا بودیم چونین یه حق داره در قانون اساسی برایش حق قائل شدیم، ولی برای تعداد عظیمی از این مردم به نام شیعه شما حق قائل نیستید. کل جنجال ها و درگیری ها روی این امتیاز طلبی است. این امتیاز طلبی یک دفعه در چهره مذهب است، یک دفعه در چهره نجات است. بسم رب شهدا و صدیقین. دوستان و عزیزان، خواهران و برادران هموطن، ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما بزرگواران، تشریف فرمایی یکایک شما را، عزیزانی که از بلژیک تشریف آوردن و همچنین مهمانان عزیز و سرورانی که از راه‌های دور و کشورهای همسایه تشریف آورده اند، در محفل تجلیل از 18 سالگرد عروج خونی و ملکوتی پدر شهید استاد عبدالعلی مزاری را خیر مقدم و خوش آمد عرض می‌گوییم و تسلیت عرض می‌گوییم این زایه بزرگ شهادت مراد و سردار قبیله شهید مزاری را به همه شما و همه علاقمندان و رهروان راه مزاری و به همه عدالت خواهان و آزاد اندیشان افغانستان. مزاری جانش و هستیش را آگاهانه و عالمانه در راه زدودن بی‌عدالتی، ستم و استبدادی که بیش از دو قرن بر سرزمین ما حاکم بود گذاشت
و راه و رسم نوین را در ادبیات سیاسی و اجتماعی کل کشور گشود و همینطور دین بزرگ را بر دوش تمام نیروهای آزاد اندیش افغانستان گذاشت تا باشد که ما در پرتوی چراغی که مزاری بر فراز راهمان افروخته خودمان را و این قبیله سرگردان را از این صحرای ظلمت. دوستان و سروران گرامی، محفل و مجلس امروزی ما با تلاوت آیات نورانی از کلام الله مجید آغاز می شود و سپس سخنرانان، مقاله خوانان و شعرخوانان به ترتیب اعلام در جایگاه تشریف آورده و مطالبشان را ارائه می نمایند. خوشنودیم با گذشتگان شهدا در صدر آن حاصل رسالها و شهیدان از طبیعت داخل حسین شهدای مظلوم کربلا شهدای مظلوم کشور خونین افغانستان سرزمین عزیزمان شادی روح بزرگمرد شهید عبدالعلی مزاری همه با هم بخوانیم سوره فاتحه مع الاخلاص محمدی بلند صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم يوم ندعو كل أناس بأمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه وَفِي الْآخِرَةِ وَأَعْمَى
الله العلي شهید مزاری اسطوره مقاومت و بیداری. باز ماه خون و حماسه فرارسید تا کمی بیندیشیم که موقعیت فعلی را مدیون چه کسانی هستیم. 18 سال گشت شهادت نماد مقاومت و ایثار رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری را بر شما مردم وفادار آن شهید بی همتا تسلیت عرض می نمایم. با شناخت دقیق و شناختی عمیق و حقیقی از رهبر شهید می توان بیش از پیش بر یتیمی ملت نالید. نسل جدید سال هاست که در پی قهرمانی می گردند و آن کسانی که از قافله عقب ماندند به دنبال نام و جایگاه دگرگونساز تاریخ من هستند تا بتوانند خلأهای وجودیشان را پر کنند. اما افسوس نمی‌دانند که رهبر شهید و همین شهیدان عالی مقام به دنبال معشوق و معبودشان فریاد عدالت خواهی خلق خدا شدند و در پرتو ایمان به خدا و اولیای خدا با افتخار بر قله عزت نورافشانی می‌کنند. مزاری نه شیفته قدرت بود و نه تشنه مقام و شهرت، بلکه وفادار به تعهد و میثاقش بود. امروز دیگر به راستی شیعه و هزاره بودن در سرزمین ما جرم نیست و این ثمره مجاهدت های رهبر عزیز و دیگر شهدای غرورآفرین و عدالت خواه کشور ما است. سرخی خون شهیدان از میان تیرگی ها و ظلمت ها معجزه آفرید و بن‌بست ها را گشود و زمینه فعالیت و نقش آفرینی را برای همه محرومین ایجاد کرد. امروز جبر محیط و جبر زمانه جلودار ملت سرافراز ما نیست، بلکه ملتی که عزت و سربلندیش را از خون وحدت بخش رهبر شهیدش و دیگر جان فدایان مجاهدش گرفته است، پیش رو در تاریخ فردای جامعه ما است. باید به خاطر بسپاریم که حلقه وصل حماسه ها، جانفشانی ها، وفاداری های دیروز جهاد، اندیشه ها و باورهای سازنده تاریخ فرداست. این سازندگی ها در قالب انسان ها و نسل های پویای امروز روح فردای ما خواهد بود. سازندگی هایی که پایمردی، عشق، وفا و آرمان های شهدای من در فکر و باور من سیلان دارد. خون رهبر شهید دوئیت و تفرقه را وحدت بخشید. اما همکنون جامعه در خواب سیاسی عده‌ای فرو رفته و طریق صداقت و پیمان وحدت من را به تأخیر انداخته است. چرا که این عده نبرد را برای به دست آوردن جایگاه و مقام دنیای خیش کشانده و درگیر درون خیش شده اند که باید هوشیار بود و گوی بازی را از میدان هوس‌های درونی آنان به عرصه پیشرفت اجتماعی و به ساحت وحدت فکری و عملی جامعه هدایت کرد. جوانان و نسل تحصیل کرده امروزمان باید پنجره سرخ راد مردان عرصه جهاد دیروز را مرکب قلمهاشان سازند و در مسیر شناخت درست آنها از شخصگرایی و ارزشگرایی روی آورند و از احساس به معرفت
و شناخت دقیق حقایق و واقعیت جامعه خیش گذر کرده تا حقیقت تاریخ خیش را لمس کنند. کسانی که 2 سال و 8 ماه غرب کابل را به خاک و خون کشیدند، آیا همکنون در مورد کشتار و فجایع کویته بی‌طرفند؟ چرا بر رسانه‌های جهانی درست مانند 2 دهه پیش سکوتی مطلق حکم فرماست؟ براستی از دید آنان کشتار عده انسان بی‌دفاع جنایت نیست؟ هر روز در کنار ما کویته غرق در خون می شود، ولی افسوس که هیچ کس صدای اعتراض به صدا در نمی آورد. پس کجا هستند سازمان هایی که دم از حقوق بشر می زنند؟ پس آیا این هم یک بازی کثیف سیاست و نسل‌کشی مردمی مظلوم نیست؟ افسوس ما دیگر مزاری و مانند مزاری نداریم تا در کنار مردم ستم دیده تا پای جان بیستن. در پایان از شما مردم دلسوز و همواره وفادار به آرمان‌های رهبر شهیدم در سراسر گیتی نهایت تشکر و قدردانی را دارم و من الله توفیق خانواده شهید مزاری پوت 1391. و اینک توجه شما را به مقاله‌ای که توسط برادر جاوید صفدری تهیه شده جلب می‌نماییم. از ایشان خواهش می‌کنیم که به جایگاه تشریف آورده و مقاله‌شان را به خوانش بگیرند. به نام خداوند بخشنده مهربان. های مردم همدم غمها شدیم، های مردم همدم غمها شدیم، بی نوا و بی کس و تنها شدیم. باز ای مردم یتیمی ها رسید، باز ای مردم یتیمی ها رسید، بی کس و تنها شدیم. برادران و خواهران عزیز، مقاله‌ای در نظر گرفتم، امیدوارم مورد پسندش قرار گیرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام پدر عزیزم، سلامی می کنم از صمیم قلب، قلبی که آکنده از عشق تو است. پدر جان، می خواهم از تو بگویم، از تویی که ندیدمت، می خواهم از تو بنویسم، از تویی که نشناختمت، از تویی که مانند پرستوی عاشق در بهار دلنگیز که همه چیز سر از خواب در می آورند، از میان ما کوچ کردی و سر به افلاک کشیدی. پدر جان، از من دلگیر نشو که چرا نمی شناسمت، آخر من کجا و خورشید کجا؟ برای تفسیر تو باید عشق را حس کرد، باید عشق را شناخت. آخر پدر جان، از شما کم گفتم، کم نوشتم. دوست دارم فریاد کنم و همه بگویم که ای آدم ها، ای دل سوخت ها، ای درد کشیده ها، ای قلم بدستان، از بابه عزیزم بنویسید، از او که دور از جمع شما زندگی برایش ارزشی نداشت، از او که تمام سختی ها و مشقت ها را به جان خرید، بدترین شکنجه ها را تحمل کرد و تا آخر خط با شما بود، در حالی که می توانست بهترین ها را داشته باشد، از او که افتخار می کرد تا خونش در جمع شما ریخته شود، از او که یک شبه راه 100 ساله را پیمود. پدر جان، غبار دلتنگی تو قلبم را پوشانده. از طرفی افسوس می‌خورم که در میان ما نیستی و از طرفی خوشحالم که نیستی تا ببینی که دشمنان دوستنما چها کنه می‌کنند و یا چگونه در مقابل ایثار و فداکاریت علامتی سؤالی گذاشته‌ام. نیستی تا ببینی که چگونه بعضی از مدعیان تو را تنها به یک امر نمادین خلاصه کرده و هدفی
و تو هدفی که خون سرخ را به پایش ریختی را با قلم سرخ شعارهای تزئینی خیابانها کرده اند. پدر جان، پدر جان، هم نسلانت نه تنها تو را که درخت عدالت را با خون خود آبیاری کردی تا مردمت زیر سایه اش زندگی کنند و به عنوان اسطوره به دنیا نشناسانده اند، بلکه آنها حتی نتوانسته اند تو را به من و همسالانم معرفی کنند. باز باید فریاد کرد که ای آدم ها، بیایید قلم هایتان را با مرکب سوق عشق پر کنید و حماسه های مزاری را به تصویر بکشید. بیایید این نسل و نسل های آینده نشان دهید که پیرو مزاری بودن یعنی چه. بیایید مرهمی باشیم برای زخم های بی عدالتی، برای شناساندن او و آرمان او کاری کنیم. آیا این انتظار زیادی است؟ ای پدر نازنینم، ای پدر دوست داشتنیم، هرچند که دیگر نیستی اما قهرمان این داستان باقی میمانی و این داستان را آنقدر خواهم خواند تا نامت را در ذهن همگان حک کنم، نامی که نماد این ایمان و صداقت و صفاست، نامی که توانست برای میلیون ها انسان هویت آفریند، نامی که رفت نه برای اینکه نامش بماند، رفت تا مردمش بماند. و اینک ما مانده ایم مدیون به تو مزاری. چمی شد لاله های زرد میماند، چمی شد لاله های زرد میماند، زمستان با خزان سرد میماند، به جای این همه آدم نماها یکی میمان اما مرد میمان. با تشکر از شما. با تشکر فراوان از برادر گرامی جاوید صفدری که مقاله زیبا و احساسیشان را ارائه نمود. و حال از خواهر محترمه سمیه دوست خواهشمندی که به جایگاه تشریف آورده و شعر پر احساسشان را ارائه نمایند. به نام خداوند جان و خیرد کز این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی به او رهنمای. اگر تاریخ خود را بکاوید در پس آن چهره تابناک ملتی آشکار می‌شود، یکی از درخشان‌ترین و آفریننده‌ترین چهره‌های تاریخ بشر به حساب می‌آید که به آن می‌گوییم هزاره. دو سه قرن است که فریادم خفه در سینه ها گردید، دو سه قرن است که فریادم خفه در سینه ها گردید، دعای وصل جاری بر لبانم بارها گردید. کسی نشنید صدای مادران زار و رنجورم، فغانشان به هم پیچید و محوی در فضا گردید. گرفت امواج ظلمت ساحلین زندگانی را، به هم کوبید ساحل را بلا بر جان ما گردید. صدای ما نمی گردد دیگر در سینه ها خاموش، صدای ما نمی گردد دیگر در سینه ها خاموش، و شمشیر عقاید گرچه سر از ما جدا گردید. روم تا چشمه خورشید از این ظلمت سراغ دیگر، که ظلمت بر سری ما خانه ای رنج و بلا گردید. ز دست خصم خون آشام و آن گرگان کشمیری، هزاران آز را در کویته با خون خود شنا گردید. همین کم بود که دا چوپان و روزگان و دهراود
که دای پولاد و زابل هر کدام از ما جدا گردید. هزارستان باستان کشوری زیبا و پهناور، هزارستان باستان کشوری زیبا و پهناور، کنون نامش هزارجات و سبزیجات و حلجات چرا کردید؟ دیگر تعویز و شویستی سید ملا نکرد تاثیر، به این فکری که بهرم حاصل از بحر دعا گردید. طرفداری ز ایرانی و تازی ترک کن عشق، ز دست دوست اقوام به جان ما بلا کردید. هزاره خم به ابرویت مکش اندر گریه شب، هزاره خم به ابرویت مکش اندر گریه شب، که شب را هست پایانی یقینم برملا کردید. زکانشکا و زابلشاه و زحاکشاه شاهانم، تمدنهای چون بودا به دست ما بنا کردید. زیازدان بخش و کاتب خالق و بابا مزاریم، به آزادی هزارستان شهید در راه ما کردید. جهان بانویم ای سیما سمد ای افتخاری کل، مبارک جایزه صلح ملل بر تو عطا کردید. ببوسم دست دای مادر که فرزندان محبوبت، ببوسم دست دای مادر که فرزندان محبوبت ابوذر شد علی دوست و هم جنرال موسا کردید. خداوندا هزارستان ما را با همه وصفش عطا کن عرض معبودم که هستیم فنا گردید. بکوش ای دوست تا آخر که از عبرتی گیرد، بکوش ای دوست تا آخر که از عبرتی گیرد، چرا ابزار دست خائنین خود فروش و دیگرا گردید. از خواهر محترمه سمیه دوست که شعر زیبایی را ارائه نمودند. و حال نوبت می به گروه سرود بابر که به رهبری هنرمند محبوب وطن آقای امان یوسفی سرود زیبا و عاطفی را تهیه و تدارک نمودند که اینک به سمع و نظر شما دوستان خواهد رسید. از گروه سرود باب مزاری تقاضا مندیم که به جایگاه تشریف آورند. تا آماده سازی گروه سرود شعری را تقدیم حضورتان می نمایم. امضا نمود برگ حضور دوباره را، از نو بنا نمود بنای هزاره را، در گفتمان سخت زمان با نگاه خود معنی نمود قافیه و استعاره را. آیا نشان نداد که با عزم می توان از جا بلند کرد در استخاره را؟ آیا نشان نداد که بعد از دو قرن باز باید به دست داشت درخش و ستاره را؟ آری دم غروب به ما گفت بعد از این باید شکست داد شب و سنگ و خارا را. آری چه زود پدر برد با خودش غمنامه بلند پاره پاره را. و اکنون توجه شما را به سرود باب مزاری جلب نماییم. بله، تشکر از خواهر محترمه بزار گرامی مهمانای عزیز. قبل از اینکه من این سرود اجرا بکنم خدمت شما، یادآور میشم که شعری از این سرود از آقای محترم رضا واصف است و کمپوز و موزیکش خودم ترتیب کردیم. امیدوار هستم که موردی توجه و
علاقمندی شما قرار بگیره و همچنان هدیه و ای را پیشکش میکنیم به روح پاک پرفتوه شهید بابا مزاری. امیدوار هستم از بارگاه خداوند متعال که روحش از طرف ما شاد بگرده. تشکر. Sorry.
ای طبیب دل بسیر شام، ای طبیب دل بسیر شام، سرکشی شارای ابر شام، سرکشی شارای ابر شام، اسوه‌ام ساربانم ای بابا، قلبی پامی رو بامی بابایم، قلبی پامی رو بامی بابایم، صبح هلمند و شامی بکمایم، صبح هلمند و شامی بکمایم، تا بیشی بامی آنم ای بابا، توی آینه بهارانم، توی آینه
بهارانم، تصویری خورشیدی درخشانم، تصویری خورشیدی درخشانم، رهنما رازدانم ای بابا. چشمانمان جمع کرد. روح مزاری بزرگ و راه روشن و پرفروغ او پررهرو باد. ما یک مردم سرفرازی است که با برادری با همه ملیت ها میخواهیم با برادری زندگی بکنم. یه افغان باشم، تاجیک باشم، ازبک باشم، همه برادرم، حقوق مساوی میخواهیم.